دقیقه 20 بازی دروازه‌بان تیم تراکتور سازی با اشتباه محاسباتی بیرون اومد و در ادامه بازیکن استقلال توپ با سر به بیرون زد و طبیعتاً یه برخوردی بین دروازه‌بان و مهاجمین به وجود اومد که نمیتونست خطا باشه و این جزء برخوردای بازیه که زمانی که جدال بر سر توپ در هوا باشه. دقیقه 47 مرداد محمدی در اون محوطه جریمه تراکتور سادی سرنگون شد و اعتقاد داشت که شجاع خلیل‌زاده روش خطا مرتکب شده، ولی خب توی تصاویر میبینیم که هیچ گونه خطایی مدافع تیم تراکتور انجام نمیده. به همین ترتیب دقیقه 62 دروازه‌بان تیم تراکتور سازی به درستی توپ رو دفع میکنه و نه دروازه‌بان روی مهاجم استقلال خطا میکنه توی این تصویر و نه مهاجم استقلال روی دروازه‌بان خطا میکنه. قبل از این صحنه به نظر میرسه روزبه چشمی در وضعیت آفساید هم قرار نداشت. دقایق تلف شده بازی تراکتور مهاجم تیم تراکتور اعتقاد داشت روش خطای پنالتی انجام شده در این صحنه و شماره 8 استقلال میبینیم صرفا پای خودش رو به عنوان ستون قرار داده و هیچ گونه عمل زدنی انجام نمیشه، بنابراین هیچ خطای پنالتی اینجا اتفاق نیفت.